در این مستند سعی کردیم بی‌طرفانه و با نگاهی علمی ورای تبلیغات رسانه‌ای و مقالات سفارشی، ضمن معرفی فواید و خواص چای، عوارض چای را هم از نظر سلامتی، اقتصادی و سیاسی بررسی کنیم. چای پرمصرف‌ترین نوشیدنی ایرانی هاست. از چای میشه برای ضدعفونی کردن زخم‌ها، شستشوی پلک و رفع ترشحات چرکی چشم استفاده کرد. جویدن کمی چای خشک بوی بد دهان رو کمتر میکنه. حتی برای رفع بوی نامطبوع کفش میتونید کمی چای داخلش بریزید. گیاه چای جاهایی که رشد میکنه هوا رو تصفیه میکنه و گازهای آلاینده مثل سرب رو به خودش جذب میکنه. برای همینم هم بعضی جاها برای پاکسازی محیط و تصفیه هوای اطراف پارایشگاه‌ها چای میکارن. چای ترشح اسید معده رو تحریک میکنه و به همین علت باعث ترش کردن، سوزش سر در و رفلاکس معده میشه. چای به دلیل ماهیت اسیدیش در بروز زخم معده هم موثره. همچنین ترشح زیاد اسید معده عامل ایجاد یبوست، عصبی شدن و نفخ معده است. گیاه چای ماده‌ای به نام اوگزالیک اسید داره که باعث اختلالات متابولیسمی میشه. این ماده در کلیه رسوب کرده و سنگ‌های کلیوی اوگزالیک رو می‌سازه. فنول موجود در چای یکی از مواد آروماتیک و دارای ترکیبات حلقویه که سرطانزا بوده و به روی پوست، کبد و سیستم گوارش اثرات نامطلوبی میذاره. نوشیدن چای خصوصا بعد از غذا به علت وجود تانن در چای مانع جذب آهن میشه. به همین خاطری که میگن چای باعث کمخونی میشه. متاسفانه خیلی از مردم ایران کمخونی دارن. چای مایعات بدن رو دفع کرده و در نتیجه پلاسما غلیظ میشه. آنزیم ها در پلاسمای غلیظ نمیتونن فعالیت کنن. بنابراین مواد زائد در بدن انبار شده و موجب بیماری های گوناگون میشه. ضمناً تانن موجب فعالیت بیش از حد سلول های اپیتلیال کلیه شده و کلیه رو به مرور مختل میکنه. تئین موجود در چای مانع جذب شدن مواد معدنی داخل سلول ها مانند منیزیم، آهن، پتاسیم، روی، کلسیم و مس میشه. چای روی سیستم اعصاب مرکزی اثر منفی میذاره و در دراز مدت باعث لرزش اندام‌ها میشه. اگه از همه این دلایل محکم علمی بگذریم، دلیل صادق و محسوس برای مضر بودن چای اینه که به شدت بدن رو به خودش وابسته میکنه. طوری که اگه اونایی که مداوم چای میخورن یک روز چای نخورن، دچار سردرد و بی‌قراری میشن و نخوردن چای براشون یکی از سخت‌ترین کارهای دنیا میشه. به نظر شما این منطقیه که بدن انسان به یک ماده گیاهی اینطوری وابسته بشه؟ چای به خاطر مخدر ضعیفی که داره افراد رو به خودش جذب میکنه. دقت کردین سیگاری ها یا معتاد ها چای خور های قهاری هستن؟ چای در اصطلاح طب سنتی سودازاست و مزاج سرد و خشکی داره. افزایش سودا در بدن باعث لکه و تیرگی و خشکی پوست، ناراحتی های گوارشی، کمخونی، غلظت خون، یبوست، سایدگی استخوان، درد مفاصل و بی‌قراری میشه. برای همین وقتی افراد چای رو ترک میکنن، آروم آروم رنگ صورتشون روشن‌تر و رفلاکس معده‌شون هم بهتر میشه. حتی دردهای مفصلیشون هم به شکل محسوسی کمتر میشه. امتحان کردنش ضرری نداره، فقط اگه به چای خیلی وابسته هستین، برای اینکه دچار سردرد نشین، در عرض 5 روز هر روز چایتون رو کم رنگ و کم رنگ‌تر کنین و روز ششم با آرامش و خیال راحت ترک کنین. ایران با جمعیت حدود 1% از جمعیت کل جهان، حدود 4 تا 4.5% از مصرف کل چای جهان را به خودش اختصاص داده. ایران جزو 4 کشور اول دنیا در مصرف چای. جالب بدونید بیش از 85% چای موجود در بازار خارجیه و متاسفانه بیش از نیمی از این آمار قاچاق میشه. یعنی حدود 40% چای موجود در بازار قاچاقه و عمدتاً هم دارای رنگ و عطر شیمیایی که بسیار مضره.
در واقع رنگ و اسانس و عطر شیمیایی رو به برخی چایها برای جذب بیشتر مشتری و کاهش هزینه‌ها اضافه می‌کنند. ارزش سالانه تولید، واردات و مصرف چای در کشور بیش از 600 میلیون دلاره، یعنی حدود 2000 میلیارد تومان. با این رقم میشه هر سال 45 هزار خونه برای خانواده‌های نیازمند ایرانی ساخت. یا میشه با این رقم هر سال وسایل زندگی 400 هزار زوج نیازمند رو برای ازدواج تأمین کرد. با ورود بوته چای به ایران، خیلی از مزارع کشاورزی که تأمین کننده غذای جامعه بود، تغییر کردند و صنعت چای تو کشور ایجاد شد. که البته الان هم با توجه به واردات و قاچاق چای، حال روز خوبی از نظر درآمدی ندارند. حدود 32 هزار هکتار از اراضی شمال کشور زیر کشت چایه. در صورتی که اگه به جاش درخت با برکت زیتون کاشته میشد، 56 هزار تن زیتون تولید میشد. یعنی میتونه جایگزین زیتون وارداتی که بخشش قاچاقی و تقلبیه بشه. ورود چای به ایران در حدود 150 سال پیش یکی از دسیسه‌های استعماری بود که علاوه بر وابسته کردن مردم به اون و ایجاد بیماری‌های گوناگون، سود هنگفتی رو هم نصیب اونها کرد. بیشتر شرکت‌های بزرگ چای دنیا انگلیسی هستن. به جای چای که تو فرهنگ سنتیمون هیچ جایگاهی نداشته، میتونیم از سیب، به خوش شده یا گیاهان معطری به طور طبیعی در دامن گوها میرویند و مورد تایید گذشتگان و حکمای ما بودن استفاده کرد. مثل بادرنج بویه، بهار نارنج، چای کوهی، نعنا، پونه، دارچین، کاکوتی، بهلیمو و ده ها دمنوش خوشتم و پرخاصیت دیگه. در ضمن مصرف بیش از حد و تکراری و هر روزه هر یک از دمنوش‌های گیاهی قطعاً مضر خواهد بود. طب جدید و طب سنتی هر دو اعتقاد دارن که مصرف مکرر و همیشگی هر گیاهی عنوان دارویی پیدا میکنه و نباید بدون دلیل و مکرر مصرف بکنیم، چون عارضه ایجاد میکنه. اما عجیب این که گیاه چای بدون توجه به عوارضش هر روز اونم چندین مرتبه مصرف میشه. متاسفانه برای رونق این تجارت عظیم، شرکت‌های تجاری دست به تبلیغات گسترده‌ای زدند و صرف نظر از عوارضش به شدت اون رو تبلیغ می‌کنند و حتی به طور سفارشی مقالات و تاییدیه‌های به ظاهر علمی منتشر می‌کنند. سلامت ما ارزشش بیشتر از منفعت عده خاصیه. به این آمار عوارض و هزینه‌های مصرف قند و شکر که همراه همیشگی چای را هم باید اضافه کنید. دقت کنید که چای سبز و چای سفید همون چای سیاه هن. فقط نوع خوش کردنشون متفاوته. در مورد عوارض چای، صاحب نظران و بزرگانی چون علامه بهلول گنابادی هشدارهایی داده بودند. علامه بهلول اعجوبه‌ای بود که بیش از 100 سال عمر کرد و علاوه بر مراتب بالای علمی چند صد هزار بیت شعر حفظ بود و در همون سن بالا شناگری قابل و کوهنورد چابک بود. ایشون به چند دلیل از چای خوردن امتناع می‌کردند، از جمله اینکه نقشه بیگانه است و اینکه هزینه کردن پول و زمان برای ماده‌ای که احتمال ضرر داره منطقی نیست. ایشون درباره عمر طولانیشون گفتن: اگر من عمر طلایی کردم، یک دلیلش چای نخوردن است. کلیپ‌های دیگر یادآوران را در این مکان‌ها ببینید.